زندگی ما خودمون نمیواریم. هر چی داریم و نداشتیم و قرض و ماله بکیدیم. من نگاه به موقع این کابین از آخر گذاشته اینجا که پول مردم باشه. کسی که 5 سال پیش اومده گفته یه ما دیگه، ما که 3 ماه قبل اومدیم گفته یه ما دیگه آسانسور میذارم. و به جامعه گرد چی گذاشت؟ تور مرغی اینا چی گذاشته؟ تور مرغی اینا به جامعه گرد به جامعه گرد ساختمون نزدیک 70-80 تا سکنه داره که آقای چیز تعاونی مسکن سازندش آقای باهلیه از سال 86 استارت زده تا الان به پایان نرسیده. از نظر ایمنی همه چیش صفر صفره. بعد اومد تک تک اعضا اعلام کرده که اگر نیاین ظرف یه هفته خونهاتونه نگیرین من میفروشم خونهاتونو واگذار میکنم. با این ترس تمام اعضای کشونده اینجا وضعیت الان اگر بقول کسی باید بریم داخل ببینی از وضعیت نه آسانسوری داره، نه بقول وضعیت ایمنی برق داره، نه ایمنی آتش نشانی داره، هیچ دیگه از این گذشته اصلا نه گاز داره نه برق چیز داره. من یه سال پیش بودم رفتم برای سازمان برق پیگیر شدم، سازمان برق هم اعلام کرده که آقا بهش گفتم او ما یه جوری هماهنگ کردیم با سازندش. بعد از مدتی که فهمیدیم پارکینگ -1 اصلا پر آب بود، اصلا جرئت نمی کردیم بریم پایین تا یه مسئله متروپول کشیدی همه را بیدار کرده. ما رفتیم پایین مجبور شدیم تمام ستونا دیدیم ترک برداشته. آی وای متروپول دوم داره اینجا تکرار میشه. الان هیچ تکلیفی برای ما معنی این هم خانواده های ما اشاره کنید به اون قسمتی که چند سال پیش ریزش کرد این خانواده های ما هم هست. الان هیچ مسئولی جوابگوی ما نیست. ما دنبال آشوب چیزاییم، دنبال حقمون هستیم. الا بریزه مثل متروپول بشه تا بعد به فکر بکنم بگن تسلیت اهواز، این خود نمیشه. الان هیچ مسئولی تا حالا جوابگوی ما نیست. من اگر به یکی میخوام یه هولش بدم حداقل یه فیشی جامن میذارن تا من از دادسرای آزاد بشم. چطور این به این فاجعه به این بزرگی میگن ای آقا هیچ جرمی ما نمیبینی؟ همه چیزش ارگان مجتمع ابوذر. تمام 6 تا بلوک با یک در 2 متری. اگر یه روزی فاجعه بشه، یه زلزله بیاد، خود ساکنین مثل فاجعه منا میشه. یه در مسئول خروجی 6 تا بلوک. همه پارکینگش با قول پارسال اصلا اومد ماشین بیاد تو سقوط کرد. به هر جا که رفتیم، به هر ارگانی که رفتیم جوابگوی ما نیستن. سال 92 هم ریزش کرد. من نمیدونم این ساختمون 5 طبقه بوده چطور زیرسازش برای 5 طبقه تیشه شده. بیا الان نگاه کن، از طبقه 4 ما ستون نداریم، 2 طبقه اضافه شده. این لاویه برای چیز اومده همه خونه درست کرده، همه بالا خونه درست کرده. این سنگینی خودش یه سنگینی بار سر این ساختمون. هیچکی تا حالا من ندیدم ساختمون به این بزرگی ناظر کارشناسی 3 سال من اینجام ندیدم بیاد بازدیدی بکنه. شهرداری ندیدم وارد اینه. شهرداری منطقه 8 منی نوعی اگر میخوام الان 2 تا آجر اینجا بندازم همه با ارگان یگان ویژه میریزن اینجا. چطور ساختمون به این بالایی من 3 سال ندیدم یه شهرداری بیاد؟ خودتون چی شد که اومدید تو این ساختمون مشت؟ من اعلام کردم این به کل اعضا اعضا کرد اگر نمیای به ظرف یه هفته من خونه تو مصادره میکنم. عزم میکنم خونه تو میفروشم باگذار. همه آدمای بدبختی یعنی هر چی دارن داره دادن به آقا. آقا یعنی بساده مثلا تو دفترچه پایانکار تقلبی گذاشته بود دفترچه من نوشته سال 91 من با هم قرارداد بسته سال 92 تحویل. از 92
از 92 تا الان چند ساله؟ 3 سال پیش من دیگه از درسی که اموالم نره مجبور شدیم گفتیم لاغر یه سکنه بالا سر، ولی دیگه نفهمیدیم که یه فاجعه بعدش هست که الان من باید آواره از زندگیم از همه بدبختی ها همه که آواره کوچه و خیابون و پارتا بشن. الان نگاه کنید بچه چه گناهی داره، داخل بغل مادرش نگاه سکو صورت بچه نگاه چطور کبود شده، میبینید این بچه چه گناهی داره که بعد تو این گرما الان از روز چهارشنبه بعد از ظهر همه مردم اینطور داخل لازم ما بچه‌هامون خوابوندیم. اولو 6 سال 4 سال اینجا ساکن هستن. جز اولین نفری که اومده اینجا ساختمون اومدمه، یعنی همه همسایه‌ها میدونن از وقتی که به ما قرارداد بستن خونه رو به ما دادن قرار شد 6 ماه بعد خونه‌ها رو تحویل ما بدن. 6 ماه شده 4 سال، ایمنی که صفر. راپله ها رو بعد از این همه پیگیری سر صدا داده قال مردم تازه راپله ها رو یه حفاظ کوچیک گذاشتن که بچه هامون پرت نشن از حفاظه. اصلا هیچ ایمنی نداره، ستون هم الان ترکیده، همه افرادی که اینجا سخور هاشون یکی چند تا ترک دارن و از استرس خواب ندارن. همه بچه به دست، همه یه چیزی تو دست گرفتن و نشستن بیرون، میترسن خونه رو سرشون خراب شه. شهرداری یه لطفی کرد، آره حکم تخلیه داد، اما اون شهرداری که این 10 سال این ساختمون اینجا درست شده خبر نداشت چه مسئله اینجا به کار میره، مهندس ناظر کار نداشت، سازمان و ارگانهای دیگه خبر نداشتن اینجا چه خبره. حالا همه خودشونو کشیدن کنار، مردم عادی مستضعف موندن توی خونه‌ای که نمیتونن رهاش کنن، نه از ترس میتونن توش زندگی کنن. همه موندنه، همه فقیر هستن، از پس مخارج بر نمیان. والله یکیش که من خودم هم سرپرست خانوارم، اگر ساختمون رو خونم اون چپ شه خدا با بچم زیر آوار بریم، توانایی مالی ندارم از اینجا بلند شم، نمیتونم. خیلی این مردم بتونن همت کنن شکم زن بچه هاشونو سیر میکنه. آقا اغلب اینا کارگر هستن، چند روز سر کار نرفتن به خاطر زن بچه هاشون، چند روز سر کار نرفتن نشستنه. بله اومدن حکم هم دادن که فورا باید تخلیه بشه. الان حکم هست طبق عدله صحبت میکنی دیگه، مردم کشکه هست دیگه. شهرداری اومده خواسته کلون کنه. بله صبح اومده این مارن جلوشو گرفت، من اومده کلونش کنم، من جلوشو گرفتم بابا. ما الان 3-4 روزه تو خیابونیم، هیچ کس نومد به دادمون برسه. شهردار چرا مجوز دو طبق اضافه زده؟ شهردار کجا بوده؟ نه نگاه کن از آبادان خبر نداشتن، ساختمون الان که از ساختمون خبر داره، خبر دارن مردم 3-4 روزه دارن میگن بابا ساختمون داره خراب میشه. باشه سازه میبینید، 10 طبقه سازه بار کل سازه سر این 4 تا ستون اصلیه. این معمتره که میبینید در حدود 4 تا ستونه که حذف کنیم میشه 200 متر، 200 متر در 10 طبقه میشه 2000 متر. 2000 متر سازه نزدیک چندین هزار تن بار رو این 4 تا ستون قرار داره. این 4 تا ستون هم که میبینید این میلیگردشه که داره پود میشه، اینم پودرش داره پود میشه. این سازمونه، این 4 تا ستونه، این میلیگردشه، اینم بتونشه، این بتونه که داره پود میشه. فقط این ساختمون رو خدا نگه داشته برای ما خدا. این یکیشه، تشریف بیارید، این دومیشه، این میلیگرده، اینم بتون ما بفرما، اینم چهارم میشه. کل این سازه جون زن بچه ما رو همینا، رو همین خاک هاست. کل سرمایه‌مون، زندگیمون، تلاشمون چندین ساله 40 سالمون دادیم جای پودر ساختمان. اینم ساختمان، این جک زدن به عنوان یک نگهدارنده، ولی این جک ظرفیت بارش که میتونه تحمل کنه 300 کیلو. من خودم استان قالبندم 300 کیلو. این آب چیه آجی؟ آب فاضلا، بارون، آب نشتی ها خونه کلن پمپ میگذاره، پمپ ها رو میریزه اینجا پایین میریزه که کسی نه پایین نظارت یه چیزی بکنه. اینا میخوان این ساختمون رو بازسازی کنن. بازسازی با چی؟ با پلاستر؟ با خاک؟ این آهن رفته، این خاموته، نگهدارنده، نگاه کن خامود، خامود نگهدارنده، نه سنجاقی داره نه چیزی داره، این نگهدارنده ساختمون.
این نگهدارنده این ستون ها نگهدار میبینید اینا داشته میریخته اینجا کلا شکم زده طبقه شکم زده که داشت میریخت اینا رو گذاشته چارچوب رو میبینید کلا نباید اصلا اینجا باشه این چیه؟ ای میخواد پایین زیرش پارکینگ ماشینه یه لایه بلوک یه لایه نازک بتون قرار گرفته قرار روی ماشین مثلا یه ماشین سبک موتور هم که بیا روی ریزش میکنه مثلا قرار ماشین روی نباشه حالا منفی یک کسی ما دیگه انتهای ساختمون آب از زیر زمین میاد ای اومد با سیاست یکی آب آزاد کرد داخلی کسی پایین نیاد این ساختمان این به این فاصله بین ساختمان بهش میگن در زنگ تا ساختمان بین دوتا بلوک اینجا 6 تا بلوک هر بین بلوک ها 10 سان الا 15 سان فاصله داره موقعی که این بلوک سمت 3 یا حالا 2 حالا هرچی باشه نگاه کن کامل ستونش الان تخریب شده و خراب شده اینم کل سازمون موقعی که این ساختمون خراب بشه این تیکه میده به این ساختمون خراب بشه مثل یه پازل همه جوری همه چپ میشه آب از دیوار نفوذ کرده این دیوارا کامل بایستی آب بند میشده باید چسبی مخصوص بتن کلن این دیوارا بایستی آب بند میشد که آب بند نشده اومدن این ستون نگاه کن با چی بستنه این ستون با فوم به نظر 10 طبقه سازه روی فوم قرار داره روی فوم به نظر شما واقعا شما که مسئولید وجدان دارید وجدانن 10 طبقه روی فوم نگه داشته میشه یه در ورودی داره اون سمت ورودی اینجا این طبقه اول پارکینگ از اینجا میاد بعد قراره که از اینجا دوباره یه رم دیگه بخوره بره بالا که دیگه بره طبقه دوم خروج بشه ولی متاسفانه که میبینیم کلا شده زباله دونی و آشغال و از این راحت بریم بالا این قسمت که میبینید اینجا لابی بوده لابی رو ساخته 110 متر فروختتش مسکونی شده یعنی بعدش هم ما میریم طبقه تو سند خونه من نوشته طبقه 1 ولی من میرم طبقه 2 به خونه میرسم یعنی این نیم طبقه به قول خودش نیم طبقه الان شده طبقه 1 خدا وکیلی من همسایشون هستم اومدم گفتمشون بیایید تو خونمون با هم بشینیم بچه‌هاشون تو آفتاب تو گرماست چادر زدن اینقدر تلا در آوردیم که نگو